برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی از بازدید بیش از 20 هزار نفر از موزه سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله که در شهر رباط پایتخت کشور مراکش برگزار شده خبر دادند. در این موزه و نمایشگاه سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و تمدن اسلامی به نمایش گذاشته شده و با هدف ترویج پیام‌های اسلام درباره عدالت، صلح، مدارا، اعتدال، رحمت و همزیستی است. به همت دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مزار شریف افغانستان صدها کیلو گوشت قربانی اعم از مرغ و گوسفند بین خانواده های نیازمند، ایتام و طلاب علوم دینی توزیع شد. این اقدام به مناسبت ایام فاطمیه و به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام شد و گوشت‌های قربانی در چندین منطقه شهر مزار شریف و ولایت بلخ توزیع گردید. رسانه‌های محلی اعلام کردند که پارلمان کویت موضوع اجباری آموزش قرآن کریم در مدارس این کشور را بررسی می‌کند. این پیشنهاد توسط همدان العظیمی چهره سرشناس کویتی ارائه شده و بر اساس آن قرآن در مقطع ابتدایی و دبیرستان هم از مدارس دولتی و خصوصی به طور کامل تدریس خواهد شد. بر اساس گزارش وزارت مهاجران طالبان، بیش از 2000 مهاجر افغانستانی طی هفته جاری از مرز اسلام قلعه در هرات وارد کشورشان شدند. وزارت مهاجران طالبان گفته که مهاجران جدید الورود برای دریافت کمک به سازمان ملل معرفی شدند. این در حالی است که تهران امروز چهارشنبه میزبان نشست چهار جانبه با حضور نماینده طالبان برای بررسی اوضاع مهاجران افغان است.